رایانی یه دختر 13 ساله است که با دیدن خواهرش از پنجره که داره لباسشو در برابر پسر خدمتکار بیرون میاره تا وارد حوض بشه شوکه میشه. اون نمیتونه چشماشو از پنجره برداره و میبینه که خواهرش یه چیزی از داخل حوض بیرون میاره. لباس زیر اون کاملا خیس شده و به بدنش چسبیده و جذابیت خاصی بهش داده. اون شروع به پوشیدن لباساش میکنه و با عجله یه چیزی رو از دست پسر خدمتکار میگیره و میره. برایانی توی سن 13 سالگی صحنه‌ای رو میبینه که تا آخر عمر زندگیش عوض میکنه. اون عاشق نوشتن و خیال پردازیه و حالا تصورات جنسی هم بهشون اضافه شده. این دختر خیلی زود در مورد چیزایی که دیده قضاوت میکنه و فکر میکنه رابی پسر خدمتکار یا آدم بدجنس و هوسبازه که در حقیقت اینطور نیست. توی یه روز گرم تابستونی سیسیلیا به بهونه آب دادن به گلدونا بیرون میره، اما در حقیقت برای دیدن رابی رفته. سیسیلیا و رابی از بچگی با هم دوست بودن، اما وقتی بزرگتر میشن دیگه به اندازه بچگی با هم وقت نمیگذرونن و چند سالی که هر دوشون توی دانشگاه کمبریج درس میخوندن هم دیگر رو ندیده بودن. وقتی دختر متوجه میشه که رابی میخواد پزشکی بخونه عصبانی میشه. رابی میخواد کمکش کنه اما بحث اونا بالا میگیره و به طور تصادفی گلدون میفته و میشکنه. دختر که خیلی عصبانی شده لباسشو در میاره و داخل حوض میپره تا تیکه های شکسته ی گلدون رو برداره. بعد یه تیکه دیگه از گلدون شکسته رو از دست رابی میگیره و ترکش میکنه. اونا روحشون هم خبر نداره که بزرگترین سوء تفاهم زندگیشون داره شروع میشه. اون روز برادر دخترها به همراه دوستش پاول به خونه میاد. پاول یه شکلات سازه و از دختر عموی اونا یعنی لولا خوشش میاد و سعی داره بهش نزدیک بشه. به نظر میاد لولا هم از اون بدش نمیاد. اون از کفشای پاول تعریف میکنه و مرد هم از اندام و لباس زیباش تعریف میکنه. پاول یه تکه شکلات به لولا تعارف میکنه و ازش میخواد بخوره. توی خونه رابی که خیلی پشیمونه سعی داره از سیسیلیا معذرت خواهی کنه. پس تصمیم میگیره براش یه نامه عذرخواهی بنویسه. اون تحت تاثیر علاقش به سیسیلیا مدام علاقش به رابطه با اونو تاد میکنه، اما در آخر پشیمون میشه. برابر این قلمشو بر میداره تا نامه رو دستی بنویسه و میره تا اونو داخل صندوق پست بندازه تا به دست سیسیلیا برسه. توی راه اون برایانی رو میبینه و چون خجالت میکشه نامه رو خودش به صندوق بندازه، از اون میخواد تا نامه رو به دست خواهرش برسونه. اما اگه میدونست چه اتفاقی در انتظارشه و قرار تو آخر عمر پشیمون بشه، هیچ وقت این کارو نمیکرد. چون بعد از اینکه نامه رو به دختر میده متوجه میشه نامه ی اشتباهی رو توی پاکت گذاشته. برایانی یه روز خواهرش و رابی رو توی کتابخونه در حال عشق بازی میبینه و شوکه میشه. اون دوتا بدون هیچ حرفی بیرون میان و توضیحی به دختر نمیدن. اما این تصویر تکون دهنده برایانی رو توی شوکه عمیقی فرو برده. اون فکر میکنه خواهرش مورد تجاوز قرار گرفته و رابی یه مرد بدجنس و زورگوه. چون نامه ای رو که اون برای خواهرش نوشته بود و خونده بود، غافل از اینکه همه اینا یه سوء تفاهمه. اون نامه رو به خواهرش میده اما بهش نمیگه خودش اونو خونده و از همه چی خبر داره. اونا توی کتابخونه با علاقه با هم رابطه برقرار میکنن و برایانی سر میرسه و اونا رو میبینه. اون شب سر میز شام کسی در مورد اون اتفاق صحبتی نمیکنه. یهویی متوجه میشن دختر عموشون لولا از خونه فرار کرده. همه شروع به گشتن میکنن و برایانی تنها وسط جنگل میره و با یه صحنه شرم‌آور روبرو میشه. اون به کمک دختر عموش میره تا دلداریش بده. لولا گریه میکنه و میگه نمیتونه اونی که بهش حمله کرد کی بوده. اما برایانی میگه که اونو دیده. جلوتر برایانی به پلیس میگه مردی که به لولا تجاوز کرده رابی بوده و برای اثبات حرفش نامه رو نشونش میده. رابی از جستجو بر میگرده و خبر نداره پلیس با دستبند منتظرشه. 5 سال بعد رابی رو توی میدون جنگ میبینیم. اون برای پاک کردن سابقهش چاره جز رفتن به ارتش نداره. قبل از رفتن با سیسیلیا ملاقات میکنه و میبینیم اونم یه پرستار شده. دختر از خونه رفته و دیگه با خانوادش ارتباطی نداره. اون به رابی میگه دوستش داره و منتظرش میمونه. اون یه عکس از خونه با دیواره سفید و پنجره های آبی بهش نشون میده و میگه وقتی برگرده با هم توی اون خونه زندگی میکنن.
رابی از بقیه همرزماش جدا شده و روزها توی جنگل پیش میره تا دوباره اونا رو پیدا کنه. رابی تیر خورده. ارتش هم شکست خورده و همه زخمی در حال آماده شدن برای عقب نشینی هن. زخم رابی مدام بدتر میشه. اما اون ازش نمیترسه چون میدونه زخما یه روزی خوب میشن. اون همه جا رو دنبال آب میگرده اما پیدا نمیکنه. در نهایت نمیتونه خودشو نگه داره و روی صندلی میافته. توی تصوراتش مادرشو میبینه که به آرومی پاهاشو میشوره. جلوتر یکی از همرزماش اونو با پای برهنه وسط خیابون پیدا میکنه که داره دنبال یه خونه سفید با پنجره های آبی میگرده. همرزمش بهش غذا میده و ازش میخواد بخوابه و بهش میگه فردا یه قایق میاد دنبالشون و اونو بر میگردونه خونه. برایانی بزرگ میشه و متوجه اشتباهی که کرده میشه. حسادت و تعصب باعث شده بود اون دوتا عاشق رو از هم جدا کنه. اون میفهمه رابی بیگناه بوده. اون سالها با احساس گناه زندگی میکنه و به جای رفتن به دانشگاه کمبریج تصمیم میگیره مثل خواهرش پرستار بشه تا اشتباهش رو جبران کنه. اما اون هیچ وقت از خودش و اشتباهش فرار نکرد. رایانی سعی میکنه داستانش رو مخفیانه بنویسه. همکارش فکر میکنن اون یه نامزد خارجی داره، اما اون میگه تا حالا عاشق نشده و فقط یه بار توی نوجوانی به یکی علاقه داشته. توی بچگی اون یه بار داخل آب میپره و رابی نجاتش میده. از اون موقع بهش علاقه مند میشه، اما رابی خیلی عصبانی میشه و بهش میگه ممکن بوده هر دومونو بکشتن بدی. دختر از اون به بعد عوض میشه و با حسادت از خواهرش زندگی میکنه. همین باعث میشه رابی رو به جای متجاوز لولا ببینه. یه روز اون توی تلویزیون خبر عروسی پاول و لولا رو میشنوه و توی عروسی شرکت میکنه. دختر عموش از عمد نگاهش رو از برایانی میدزده و اینجا دختر میفهمه که اون همه چی رو میدونسته و شاید اصلا پاول مجبورش نکرده و خواسته خودش بوده. اون خواهرش رو پیدا میکنه و ازش معذرت خواهی میکنه. اونجا رابی رو میبینه و مرد عذرخواهیش رو قبول نمیکنه. برایانی بهشون میگه اون مرد پاول بوده. اما دونستن اون دیگه بیفایده است چون پاول با دختر عموش ازدواج کرده و لولا هیچ وقت اعتراف نمیکنه. چند سال بعد برایانی یه نویسنده معروف میشه و در مورد آخرین اثرش مصاحبه میکنه. تاوان اسم یه زندگی نامه است که توش اسم شخصیتو عوض نشده و فقط آخر داستان تغییر کرده. در واقع برایانی هیچ وقت از خواهرش عذرخواهی نمیکنه و رابی توی جنگ و شب عقب نشینی میمیره. توی اکتبر همون سال خواهرش هم توی یه تصادف میمیره و اون دوتا هیچ وقت به هم نمیرسن. خب این بود خلاصه یه فیلم امروز. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.